بینندگان بسیار خوب و با وفا، درود بی پایان ما را پذیرا باشید. سنا روحانی هستم و خوشحالم که مهمان خانه های شما عزیزان هستم، همراه با مهمان ویژه برنامه امروز ما، خانم نادیا ریاضتی. بسیار خوش آمدید خانم ریاضتی. ممنونم از دعوت شما. بنده هم عرض سلام و درود دارم خدمت تمامی فارسی زبانان در سراسر دنیا که بیننده و شنونده محترم این برنامه هستند. خیلی ممنون. بینندگان عزیز، روز 28 شعبان برابر هست با سال روز شهادت حضرت باب، پیام‌آور دیانت بابی، و ما برنامه امروز را اختصاص دادیم تا به این مناسبت تا بیشتر در ارتباط با مقام حضرت باب بتونیم به صحبت و گفتگو با خانم ریاضتی بنشینیم. و مایل هستم برنامه امروز رو با این سوال آغاز کنم که در حقیقت مقام حضرت باب برای بهائیان چه هست؟ یعنی حضرت باب دارای چه مقامی هستند از دید بهائیان؟ حضرت باب حائز دو رتبه و مقامند از دیدگاه بهائیان. اول اینکه ایشان مظهر جدید امر الهی هستند، یعنی پیام‌آور الهی جدیدی هستند. بله. و دیگر اینکه بشارت می‌دهند به ظهوری که به فاصله بسیار کوتاهی بعد از ظهور ایشان صورت گرفت و اون ظهور حضرت بهاءالله پیام‌آور دیانت بهائی است. البته حضرت باب رتبه قائمیت آل محمد یا امام 12 شیعیان را هم دارا هستند. حضرت ولی امرالله مقام ولایت امر بهایی در خصوص رتبه و مقام حضرت باب بیانی دارند که اگر اجازه بفرمایید من این بیان رو در اینجا زیارت میکنم. می‌فرمایند حضرت باب مؤسس شریعت بابیه و از جمله مظاهر مقدسه الهیه و دارای رسالت مطلقه و حائز کلیه حقوق و امتیازات دیانتی مستقله است. و بعد ادامه می‌دهند، می‌فرمایند که این نکته را واجب می‌دانم که یادآوری بکنم که نباید حضرت باب را تنها مبشر به ظهور دیانت بهائی دانست. یعنی ایشان دارای یک رسالتی مستقل هستند و در این حال بشارت می‌دهند به ظهور بعد که ظهور حضرت بهاءالله هست. لذا بهائیان حضرت باب رو دارای این دو رتبه میبینند، ضمن اینکه ایشان رتبه قائمیت آل محمد یا رتبه امام 12 رو برای مسلمین هم از نظر بهائیان دارا هستند. پس بنابراین حضرت باب دارای دو مقام هستند برای بهائیان، پیام‌آور دیانتی مستقل ایشون بودند و همینطور اینکه مبشر به ظهور از بهاءالله بودند و در کنار اون هم ایشون قائم موعود و قائم آل محمد هستند. پس بنابراین ایشون دعاوی مختلفی رو داشتند. آیا به این صورت هست که ایشون در مرحله از مراحل دعوی خودشون رو مخفی نگه داشتند و در مرحله دیگه اون رو عیان و ظاهر کردند و اعلان فرمودند؟ بله، پرسش بسیار خوبی هست. حضرت باب حقیقتاً دارای همگی این رتبه ها و مقامات هستند، یعنی ایشان رتبه قائمیت رو دارند و امام 12 شیعیان هستند، در این حال دارای یک رسالتی مستقل هم هستند و علاوه مبشر به ظهور حضرت بهاءالله هم هستند و اینها هیچ کدامشون با یکدیگر منافاتی ندارند. اما اینکه حضرت باب آیا دعوی خود را مخفی پنهان نگاه می‌داشتند یا خیر، این باز می‌گرده به شرایطی که در زمان ظهور حضرت باب حاکم بود. بله. حضرت باب هیچ کدام از ادعاهای خود را انکار نفرمودند و البته اونها رو روشن‌تر هم کردند رفته رفته. اول اینکه حضرت باب
در شب اظهار امر خودشون، یعنی زمانی که برای اولین بار به اولین شخصی که در تاریخ ثبت شده است که اولین حواری ایشان یا اولین حرف حی مؤمن به ایشان هستند، عملا در اون شب اعلان کردند که ایشون قائم موعود هستند. بله. و اون شخص ملا حسین بشرویه‌ای بود که او یکی از در واقع علمای اون زمان بود و به حضور حضرت باب رسید و حضرت باب فرمودند چه اشکالی دارد من همان قائم موعودی باشم که مشخصاتی رو که تو به اون معتقد هستی دارا هست، قدری در من دقت کن و ببین. و در اولین اثر نازل از قلم ایشان که در همون شب هم این اثر نازل شد یا این اثر رو نوشتند که قیوم الاسماء یا تفسیر سوره یوسف هست، در همون اثر و در همون شب فرمودند که ایشان قائم موعود هستند و همینطور فرمودند که ایشان دارای یک رسالت مستقل هستند و اونچه که بیان می کنند حاصل نزول وحی الهی است به ایشان. پس همون شب اول ایشون اعلان فرمودند. البته و اون چه رو که اعلان کردند در کتاب قیوم الاسماء که هم اکنون هم موجود هست، در اون شب فقط مخاطب اون ملا حسین بشرویه‌ای بود. بله. نه سایرین. لذا ادعای حضرت باب از همون ابتدا روشن بود و ثبت شده. این نکته بسیار مهمی است که به ثبت رسیده از قلم خود ایشون که ایشون دارای رتبه قائمیت هستند، یعنی امام 12 شیعیان محسوبند و از طرفی ایشان دارای یک رتبه مظهریت مستقله هم هستند. اما با توجه به شرایط زمانی ظهور، یعنی شرایط اجتماعی و سیاسی، حضرت باب این ادعا رو رفته رفته بر خلق آشکار کردند.